سلام، خیلی خوش اومدیم به این قسمت از برنامه ویترین فجر. امروز هم با شما هستیم، قراره کلی صحبت کنیم راجع به اعلام نامزدها و اتفاقاتی که توی شب‌های گذشته برای جشنواره فیلم فجر افتاد و کلی از حواشیش میگیم و یه مهمون هم داریم که قراره بهمون اضافه بشه. خواسته گیری بکشی نه؟ بله؟ تو خونه من چی کار داری؟ مهمون نمیخواه؟ ببینم! آخره یک گوه خیلی خوش برگشتید به برنامه. قراره که براتون کلی صحبت کنیم. یه مهمون عزیزی بهمون اضافه شد، آقای مسلمی. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. سلام میکنم به بیننده های عزیز برنامه ویترین فجر. من سعید هستم و امروز مهمون نگاه های زیبای شما هستم. به به. آقا سعید، میخوایم راجع به جشنواره و اعلام نامزدها کلا خیلی صحبت داریم. داستان این قراره که میخوام از زبان خودت بشنوم نظرت راجع به امسال که کرونا چقدر جشنواره رو محدود کرد، یه توضیحاتی بدی ببینیم که به چه صورت. راستیتش کس رو امسال، حالا همونجوری که خودمون هم میدونیم، بیننده‌های عزیزم میدونن، جشنواره با سالهای قبل مقداری متفاوت بود و یک سوم ظرفیت، چه برای مردم عادی که میمادن فیلم رو میدیدن و چه برای رسانه هایی که توی کاخ جشنواره حضور داشتن، ظرفیت یک سوم در نظر گرفته شده بود و به همین دلیل حالا توی بحث رسانه‌ای که ما از نزدیک اینجا می‌دیدیم، خب به یک سری ها اجازه ورود ندادن، سهمیه هاشون کم شد و این باعث شد که یه سری حاشیه قبل از شروع جشنواره و در روزهایی که جشنواره تازه شروع شده بود به وجود بیاد و اون رسانه هایی که حالا ظرفیتشون کم شده بود یا ظرفیت بهشون نداده بودن شروع کردن به کوبیدن جشنواره و در این حد هم بود که شما ماسکتون رو یک لحظه میوردی پایین یه آب بخوری سریع ازت عکس میگرفتن و اونو علم یزید میکردن و میگفتن که آقا پروتکل‌ها رو اینجا رعایت نمیکنن و همه اینجا کرونا میگیرن. و حتی من یه سری توییت دیدم که طرف نوشته بود که حالا بعد از فوت آقای انصاریان گفته بود که بعد از جشنواره ما باید برای سلامتی اونایی که داخل جشنواره شرکت کردن دعا کنیم، ولی خب ابدا اینجوری نبود. چیزی که ما اینجا میدیدیم رعایت کامل اون دستورالعملی بود که به جشنواره ابلاغ شده بود واقعا و اصلا ایراد اونجوری نبود که حالا شروع کردن این حاشیه ها رو درست کردن. و من فکر میکنم این حاشیه ها از همون داستان ظرفیت کاهش ظرفیت رسانه ها بود که حالا بعضیاشون شروع کردن به یه سری شیطنت دیگه. متاسفانه آره درست میگی، خیلی هم شیطنت کردن. بیچاره عادل فردوسی پور یک لحظه آقای پرویز پرستویی رو بغل، من خودم شاهد صحنه بودم، بغل هم همچی صمیمی نبود، یک لحظه اتفاق افتاد آره. ولی دیگه واقعا اذیتش کردن که طوری شد که نمیدونم خوندی اومد عادل فردوسی پور عذرخواهی کرد. آره بنده خدا بیانیه داد که رسما عذرخواهی کرد از این حرکت. البته که خب عموم به هر حال یه ذره رو سلبریتی ها، رو آدمایی که شاخص‌ترن حساس‌ترن، ولی خب اینجوری هم که برخورد کنی که مثلا یه بغل کردن دیگه کل پروتکل ها رو له و لورده کردن، نه اصلا اینجوری نیست، یه بغل ساده بود، حالا انقدرم نباید سخت گرفته میشد. ولی خب اینم جزء اون شیطنت های رسانه هایی بود که متاسفانه اخلاق ندارن به نظر من. بچه ها فیلم شروع شد. بریم.
سعید، یه موضوعی هم که خیلی باعث شد که مردم بهش واکنش نشون بدن داستان حرفای آقای بهروز افخمی بود که خیلی مورد عنایت قرارشون دادن. از این چیه راجع به حرفش؟ حالا آقای افخمی که حالا من پشت صحنه دارم میبینم در اون دستگاهشون خودشون هم هستن، داستان از این قرار بود که یه مصاحبه ایشون کردن و کلن با تریلی از اون پروتکل رد شدن، گفتن که اصلا من قبول ندارم. اصلا رفتن تو بحث خیلی جدی قضیه که اونم این بود که اصلا مدرسه ها نباید تعطیل میشد و کلا هیچی نباید تعطیل میشد و من میومدم تو ماسک رو برمیداشتم و موقع هایی میومدم که هیچ کسی اینجا نبود. خب حالا تو قسمت قبلی گفتیم دیگه، یه سری رفتار یه سری آدم های شاخص میکنن و مردم به اونا بیشتر دقت میکنن تا اینکه من آدم معمولی توی خیابون مثلا یه حرکتی انجام بدم. هیچ کس نمیاد بگه که سعید توی خیابون این کارو کرد، ولی خب آدم های شاخص وقتی یه کارو میکنن معمولا مردم بهشون حساس تر میشن. البته بماند که آقای افخمی رو من بارها اینجا دیدم که ظهر اینجا بود تا نصف شب و ماسک هم نداشت و حالا هم این حرف رو از کجا زد ایشون هم دیدن. ولی این حاشیه‌ای بود که آقای افخمی برای جشنواره به وجود آورده بودن و اتفاقا اون رسانه هایی که صحبتشون بود این رو بسیار بولد کردن و روش مانور دادن که جای سوال داره. ولی منم فکر می‌کنم سال دیگه اگر خدای نکره کرونا ادامه داشته باشه کسی دیگه جرئت نکنه این حرفا بزنه. چطور می‌بینید برگزاری جشنواره تو این شرایط؟ والا نه تنها نفس برگزاری جشنواره بد نبوده، بلکه اصلا تعطیل کردن سینما ایران کار بسیار غلطی بوده. تعطیل کردن سینماها کار بسیار غلطی بوده. تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه. این تعطیل مدارس و فرستادن بچه‌ها به تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه. خب کسرا جان، امسال هم متاسفانه حالا قبل از جشنواره و یکی دو روز بعد از شروع جشنواره ما شاهد درگذشت دو عزیز بودیم. دو عزیزی که از چهره‌های ورزشی و چهره‌های فرهنگی بودن، آقای مهرداد میناوند و آقای علی انصاریان، که بسیار متاسف شدیم. آقای انصاریان هم یه فیلم داشتن داخل جشنواره و متاسفانه این سعادت رو جامعه فرهنگی نداشت که در خدمت ایشون باشه و متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. ضایعه بزرگی بود و عمیقاً ما رو توی جشنواره فیلم فجر ناراحت کرد. خب یه مسئله هم که خیلی بهش پرداخته شد مراسم اعلام نامزدها بود که فلان فیلم اومد توی بخش دریافت جایزه کاندید شد، فلان بازیگر اومد فلان بازیگر نیومد، خیلی راجبش صحبت کردن. خیلی هم راجب خانم هدیه تهرانی مثل که ناراحت شده بودن که چرا ایشون نیومد. ما به پتانسیل های خانم هدیه تهرانی خیلی ایمان داریم و ایشون خیلی بازیگر خوبیه، ولی خب به نظرم جشنواره داور داره دیگه. حالا اینجوری ببین، حالا اینکه یک نفر خیلی خوب بازی میکنه یا چهره شاخصیه یا هنرمند خوبیه، به نظر خود من دلیلی نمیشه که هر سال بخوان یه سری چهره مشخص و چهرهایی که همیشه بودن اینها برگزیده بشن. خب دلیلی بر این هم وجود نداره. من کارشناس این بخش نیستم، ولی به نظر خودم ممکنه که یه سری آدمایی بهتر از اونا در اون بره از زمان توی یه شخصیت خاصی بهتر بازی کرده باشن. حتی باران کوسری و هوتن شکیبا هم میون صحبت انتخاب نشدن. بله اصلا انتخاب نشدن، ولی خب ما چهره های دیگر رو داشتیم که برای بهترین نقش اول مرد که آقای پرویز پرستویی بودن که خب ایشون چهره کاملا شناخته شده ای هستن، برای فیلم بی همه چیز آقای نوید پورفرج برای فیلم زالاوا که من این فیلم متاسفانه ندیدم، آقای محسن تنابنده برای روزی روزگاری آبادان برگزیده شدن که خب به جا بوده کاملا، آقای میلاد سویلاوی اگه اشتباه نکنم همینه. آره برای فیلم یدو آقای رضا عطاران که مشخصا ایشون انتخاب شدن. آره انتخاب شدن برای فیلم روشن انتخاب شدن، و آقای امیر نوروزی برای فیلم مامان که البته این یه مقداری برای من سوال برانگیز بود چون که من خودم از وسط فیلم مامان اومدم همه اومدم یه طرف سالو خالی شد، ولی این جالب توجهه که ایشون برگزیده شدن. و برای بهترین نقش اول زن خانم رویا افشار برای فیلم مامان که بازم خیلی شگفت انگیز این قضیه، خانم ستاره پسیانی برای فیلم یدو، خانم الناز حبیبی که ارادت داریم خدمتشون برای فیلم رومانتیسم اماد و توبا،
خانم ملیسا زاکری برای فیلم ستاره بازی، سرکار خانم الناز شاکردوست برای فیلم ابلق و خانم نازنین فراهانی برای فیلم مصلحت، که به نظر من انتخابای به جایی بود غیر از اون دو موردی که به نظرت خانم شاکردوست کلاگیس سرشون بود. من احساس کنم کلاگیس برام گفتگوه. آره چون من راستش خانم شاکردوست رو که دیدم اون تصویر رو ازشون، اولین سوالی که برای من ایجاد شد این بود که اون موهای فر رو چجوری به این شدت صاف کردن، اصلا نشدنیه. و بعد متوجه شدیم که کلاگیس بوده، البته با کلاگیس هم ایشون زیبا هستن و حرفی درش نیست واقعا. یه مسئله دیگه هم که ما دیشب راجبش من تو برنامه گفتم، خانم ستاره پسیانی راجب حضور نداشتن یکی از عوامل فیلم خیلی ناراحت بودن. یه بوز سعید جان، یه بوز. بوز؟ بله یه بوزی توی فیلم بوده که ایشون باهاشون خیلی ارتباط خوبی گرفته و متاسفانه نتونسته. من اتفاقا گفتم به بچه، گفتم خانم پسیانی، گفت من خیلی ناراحتم که توی این نشست حضور نداره. من گفتم باشه، حالا اینکه خانم پسیانی با ایشون ارتباط گرفته یه مسئله است، اینکه بوزه چی کار داشته نتونسته بیاد یه مسئله دیگه است. متاسفانه امکان ورود احشام به جشنواره فراهم نبوده و مسیر رو براشون در نظر نگرفتن. امیدواریم که حالا اگر نقشی برای حیوانات باشه سال بعد اینو به اصطلاح فراهم کنن. اینو من نمیدونستم، جالب بود. یه چیزی هم که خواستم اضافه کنم اینه که ما یه بازیگری داریم که اینجا نیستش الان، توی در واقع اینجا نمیتونه حضور پیدا کنه. بازیگر نقش بوزمونه که واقعا جزء کاراکترهای مهم فیلمه و واقعا جاش خالیه. نه کل حیوانات خوب بودن. کسرو یه اتفاقی هم که تو این جشنواره افتاد و من عمیقا متوجه نمیشم این قضیه رو و تقریبا هر سال داره اتفاق میفته، پارسال هم اتفاق افتاد، راجبه آقای پژمان جمشیدیه. بله. که من واقعا بازی ایشونو دوست دارم و به نظرم واقعا با استعدادن و خوش قیافه، خوش هیکل، یعنی هر چی بگی کاملا تو نقشش فرو میره و کامل اون نقش رو اجرا میکنه. من متوجه نمیشم که چرا یه خبرنگار باید توی نشست خبری یک فیلم جشنواره بیاد و از آقای پژمان جمشیدی سوال کنه که توی فوتبال که به هیچ جا نرسیدی، هدف چی بود که اومدی توی سینما؟ میخواستی بیشتر دیده بشی؟ این حرفو به نظرم حرفای بسیار بچگانه ایه و از یک فرد بالغ رسانه‌ای این حرفا بر نمیاد. من نمیدونم دوستی که این سوال رو کرد چه فکری کرده بود. خیلی گبرلو بودن. آره. که من خودم خیلی نسبت بهشون یک انتقادی دارم که خب شاید توی اون برگه‌ای که داده میشه هر سوالی نوشته بشه و ایشون گفتن که نباید سوال سانسور کنی. آره. شما میگی نباید بخونم؟ آره. من میگم بله، منم میگم نه. ببین آخه داستان اینه که بالاخره اون پایین سوالا چک میشه. بله. ولی اون بالا هم بالاخره نباید در رو بخونن و مثلا سوالو بکوبن تو صورت طرف. واقعا اینجوری به نظر من اشتباهه. حالا پارسال هم که گفتم، پارسال موقعی که پژمان جمشیدی جزو کاندیدای دریافت سیمرغ انتخاب شد، یک جماعتی که اون پایین بودن خندیدن، مسخره کردن. یعنی چی؟ اصلا من این رو عمیقا بر نمیتابم و اصلا معنیشو متوجه نمیشم. یک شخصی که فوتبالیست بوده و اومده بازیگر شده، خیلی خوبم داره این کارو انجام میده. ما الان بازیگرایی داشتیم که رفتن خواننده شدن. پای گلزار مثلا، کسی خواننده‌ای داریم که بازیگر شده. خواننده‌ای داریم که بازیگر شدن. کسی نگفته که شما فوتبالیستی تا آخر عمرت باید فوتبال بازی کنی یا هر جا که فوتبال رو گذاشتی کنار دیگه نباید هیچ کاری کنی. اگر استعداد داری، اگر توانایی داری، انجام بده. و عمیقا اینو من متوجه نمیشم و اینم جزء اتفاقای تلخ این جشنواره و جشنواره سال پیش بود. و امیدوارم که دیگه این اتفاق نیفته. یه فیدبکی که مردم میدن جواب این جور سوالا هست به نظر من. آیا جمشیدی در فوتبال که به جایی نرسید؟ فکر نمی کنید برای دیده شدن راههای بهتری هم وجود داره و دیده شدن صرفا با ورود به بازیگری نیست؟ من نمیخوام جوابش رو بدم. اجازه بدید من یه مسئله میخوام. آقای جمشیدی یه چند لحظه تحبول کنید، صدا رو بفرمایید. خوشحال میشم. آقای فضل اللهی، نمیخوام بحث عرفانی کنم یا مظلوم نمایی کنم یا اصلا جواب شما رو بدم. یه بحث خیلی بی‌ربط میخوام بکنم که از پریروز خودم خیلی بهش فکر کردم. قسمت دوم سوال شما، اگر کسی منو نشناسه فکر میکنه خیلی زندگی برام ارزشمنده. اونقدر که شما فکر میکنید ندیده شدم برای من ارزشمنده، نه زندگی اینقدر برای چیز مهمیه که بخوام برای دیده شدن
یک همچین کاری بکنم. نه فوتبال رو برای انتخاب کردم، نه سینما. تو این 4-5 سالی که من در جشنواره فجر هستم تا حالا نقد شخصی از خودم ندیده بودم، تعریف شخصی. یعنی اگر هم مثلا در سوء تفاهم من کاندید شدم، در مورد فیلم نقد می‌نوشتم و گوشه‌ایش در مورد بازی من یا در مورد خود بجت ایده ای اصلی فیلمایی که من در جشنواره داشتم. سه روز پیش زور، چون اینستاگرام خیلی کم میرم و کلا خیلی الان چک نمی‌کنم، یکی از دوستان سر صحنه فیلم برداری من گفت یه نقد خیلی خوب یه صفحه‌ای برات نوشته. من خیلی خوشحال شدم، نقد شخصی و صرفا به خاطر بازی من در فیلم شیشلیک بود. به محض اینکه من اون نقد رو خوندم و اون خبر رو خوندم، همون صفحه خبر بعدیش فوت علی انصاری بود. وقتی ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، انقدر برای من بی‌ارزش هم اینا که میگید. و این سه روز پیش تلنگری به من زد، بدنم لرزید وقتی یک تعریف از خودم دیدم و خبر بعدیش در مورد فوت علی دوست عزیزم بود. برای همین اونقدر دیگه برای واقعا با ارزش نیست که فکر کنید برای دیده شدن میام فیلم بازی کنم. اصلا اینطوری نیست. خودم رو سرگرم میکنم. خب به نظر من آقای مسلمی توی بخش دریافت جایزه ها و بخش فیلمایی که اومد، فیلمای خوبی اومده تقریبا. من خودم بی همه چیزو خیلی دوست داشتم. حالا تو بخش های خیلی ریز نمیشم که تو کدوم رشته ها دوست داشتم، کلا فیلمو دوست داشتم. کدوم فیلمو دیدی؟ کد همه رو دیدی؟ نه من خیلی فرصت نشد همه فیلما رو ببینم، ولی خب من فیلم مصلحتو دیدم. علاوه صحنه سازی و در اصل اون چهره پردازیاش خیلی فیلمو دوست داشتم. به نظرم بازیگرایی که انتخاب شده بودن هم بازیگرایی بودن که به نقششون میخوردن. بله خیلی. ولی خب من یه توضیح بدم، امسال حالا به دلیل شرایط کرونا و اینها فیلمهایی که باید و شاید نیومدن به جشنواره، من حس میکنم که دلیلش این بوده. بله. و یه سری فیلم اومدن که خب یه سریاشون خیلی ضعیف بودن و یه سریاشون حالا خوب بودن، مثل فیلم بی همه چیز که من دوستش داشتم و فیلم مصلحت که خیلی به و شیشلیک. البته شیشلیک هم انتظار داشتیم بهتر باشه، ولی خب اونجوری که بقیه رسانه ها دارن ازش میگن واقعا بعدم به نظر من فیلم انتظارمون بیشتر. انتظارتون بیشتر. خب این بخش هم به پایان رسید. امیدوارم که از این قسمت برنامه هم لذت برده باشید. ممنونم سعید جان که همراه ما بودی امروز. فردا با ویژه برنامه اختتامیه در خدمتتون هستیم، حتما ما رو دنبال کنید. کامنت و نظراتتون هم برای ما زیر این پست بگین. شما هم بگین کدوم فیلمو دوست داشتید. اگه صحبتی هست در پایان. خیلی خوشحال شدم که تونستم امروز مهمان نگاه‌های زیبای شما باشم. امیدوارم که فردا هم فرصتی بشه تا در خدمت شما باشم. و خیلی شب خوب و یادموندنی بود کنار کسرای عزیز. قربونت برم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. چه ویژگی‌هایی داشت که اون رو پذیرفتید؟
ویژگی ها خیلی خوبی داشت. آقای عطاران خیلی خوش آمدید. صحبت شما رو بشنویم در مورد تجربه همکاری با محمد حسین مهدویان، نسبتش با کارنامه شما، سلیقه سینمایی شما و اینکه چی شد به جمع گروه و بچه‌های شیشلیک اضافه شدید. آقا رضا تعریف کنی. آره آره باش. سلام خدمت دوستان عزیز، سلام آقای مهدویان عزیز. ما به عنوان زن، مثلا من و 10 تا زن دیگه اگه یه جا باشیم، در کلیت شبیه همیم، مادریم، زنیم، ایرانی و همه اینا یک کلیتی میسازه و یک شباهتی میسازه که داره میافته چیزه، اون یارو داره میافته. کی؟ اون ماسکو میگیم، ماسکو داره میافته. یه ها دهنه دیده میشه. عطاران درباره سکانس هایی که همیشه در فیلم، در تمام فیلم های شما هست، چرا این بار بازی نشد؟ دوباره سکانس هایی که همیشه در فیلم های شما هست، چرا این بار بازی نشد؟ حالا نگفتم چه سکانس هایی. ببخشید. من نفهمیدم. چون منظور نفهمیدم معذرت خواهی میکنم. من یه چیزی بگم. خواهش میکنم. آقای عطاران من تعریف کردم، آدمی نیستم که بدهکار بمونم. من چون چند سالی که مرتکب بازی کردن هم میشوم، نه بازیگری، خیلی آرزوم این بود که شیشلیک رو خودم بازی کنم و میگفتم هر دریوری بازی کنم شیشلیک رستگار میشم یه روزی. موقعی که به آقای مهدویان پیشنهاد دادم، شاهدان الان، بهشون گفتم که من شرطم برای اینکه فیلمنامه رو به کسی بدم این بود که خودم بازی بکنم، ولی انقدر مهمه که اینو شما بسازین که این شرط رو ندارم. آقای مهدویان گفتن که بذار این فیلمنامه کامل بشه، فیلمنامه رو بنویس، طرح بود دیگه، بذار فیلمنامه کامل بشه ببینیم به کی میخوره. گفتم باشه. همون فرداش با آقای عطاران بستن و من انقدر خوشحال شدم، چون به جد معتقدم که واقعا جایی که آب هست تیمم باطله. بله بله. سلام. زنون مردونت کردیم، ما خوششانسی رو بردیم، حالا افتادیم این مردی. در صورت خیلی ممنون که فیلم رو دیدید و امیدوارم که دوست داشتید. بله متشکرم. و یه چالش خیلی مهمش هم اینه که خانم آبیا باعث شدن من یه 10 کیلو اضافه وزن پیدا کنم به خاطر این نقش، که همچنان دست به گریبانی ماجرا هستم. من 10 کیلو لاغر شدم البته. خب بله، من جواب میدم. اینو فقط قبلش یه خواهشی بکنم. من ترجیح میدم که با توجه به اینکه هنرمندای زیادی توی ساخت این اثر بودن و حالا بخششون هم اینجا هستن، حتما شما توی انتخاب سوال‌ها به گونه‌ای عمل کنین که بتونیم از همه بچه‌هایی که اینجا هستن در واقع توی زمینه‌ای که مربوط بهشون سوال هست سوال بشه، پرسش بشه. از خبرنگارها هم خواهش می‌کنم. حدود 40 سال من سابقه اجرا دارم، ولی توصیه شما رو عمل می‌کنم. متشکرم، عذرخواهی می‌کنم که اشتباهم. وحید روحانی عزیز، بازم مثل همیشه خوب و نازنین و دوست داشتنی. این چندمین تجربه شما توی حوزه فیلم‌هایی با موضوعات سیاسی و اجتماعی از این دسته، چطور بودی توی این فیلم؟ چجوری شد انتخاب شدی؟ خودت پیشنهاد کردی چجوری انتخاب شدی؟ و اگر چالشی هم بود توی فیلم برامون بگو. بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. فکر کنم 22-23 سال پیش بود یه بار دیگه شما مجری بودین و من کارگردان توی تئاتر. اونجا براتون نوشتم که فامیلی من رهبانیه. رهبانیه. آره، خواهش می‌کنم. چون می‌خواستم الان اینجا مطرحش نکنم، ولی به هر حال نشد. خوب کردی گفتی. خوب کردی گفتی. مخلصی. هر زمانی که بی سوادی ما رو به رخمون بکشید قشنگه. من به سواد مربوط نمیشه، حافظه است. حافظه است و تو 40 سال احتمالاً باش ادامه ندیم. رهبانیه. خواهش می‌کنم، مخلصی.